همه ما در زندگی یک بار به این موضوع فکر کردیم که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. بیشتر مردم کره زمین اعتقاد دارن که زندگی پس از مرگ وجود داره. 60% مردم انگلیس معتقدن که زندگی پس از مرگ وجود داره. بیش از 70% مردم آمریکا هم معتقدن زندگی پس از مرگ وجود داره و بیش از 50%شون به بهشت و جهنم اعتقاد دارن. 95% از ادیان دنیا به بهشت و جهنم اعتقاد دارن. بریم بررسی کنیم ببینیم بعد از مرگ چه اتفاقی رخ میده. اولین تشخیصی که برای پزشکان در مورد مرگ حائز اهمیته وجود ضربان قلب و فعالیت مغزه. بعضی از افراد هم هستن که با وجود ایست قلبی به زندگی برگشتن. این گونه افراد بعد از برگشت به زندگی حالت خودشون رو اینجوری بیان کردن که در اون لحظه داشتم آروم به سمت یک نور می رفتم. در زمان مرگ اولین چیزی که در بدن اتفاق می افته اینه که هر چیزی که در دستگاه گوارش هست از بدن خارج میشه. هوایی هم که در بدن هست اونا هم تماما خارج میشه. اگر یک زن حامله باشه و بمیره، بچه هم از بدنش خارج میشه. بعد از مرگ جنازه یک صداهای ازش میاد و این صدای عضلاته. در این حالت به علت نبود گردش خون عضلات بدن خشک میشه. بعد از مرگ جنازه به هر طرفی که باشه خون میره به سمت پایین اون قسمت جمع میشه و همین موضوع باعث میشه که در سطح بدن کبودی ایجاد بشه. چون گردش خون در بدن وجود نداره، به خاطر همین بدن شروع میکنه به سرد شدن. حدود 2 ساعت بعد از بین رفتن گردش خون، ماهیچه ها مثل سنگ شدن و جابجا کردن دست و پا به این راحتی ها نیست. سلول های بدن بعد از اینکه میبینن فعالیت در بدن وجود نداره، شروع به مردن میکنن و باکتری ها فعالیت خودشون رو شروع میکنن. در اون شرایط گوشت انگشتان شروع به جمع کردن خودش میکنه و به همین دلیل ناخن ها بلندتر دیده میشه. در این مدت پوست هم مقاومت خودش رو از دست میده و با کوچکترین فشاری ممکنه پاره بشه و زخمهایی در بدن ایجاد میشه که ناشی از فعالیت باکتری هاست که در این شرایط شروع به خوردن جنازه میکنن. در این شرایط جنازه بدترین بو رو از خودش پخش میکنه. همه چیز بدن داره از بین میره غیر از استخوان‌ها و موها. اگر جنازه در تابوت قرار بگیره حدود 12 سال طول میکشه که همه قسمت‌های بدن غیر از استخوان‌ها از بین بره. اما اگر جنازه در تابوت نباشه، تجزیه جنازه سریع‌تر انجام میشه چون حیوانات در خاک هم در این موضوع دخیل هستن. بعد از 50 سال استخوان‌ها هم از بین میره. جورج برکلی یک فیلسوف ایرلندی بود که خیلی سعی میکرد ببینه بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. او چند نفری رو میآورد که مراقبش باشن که زمانی که خودشو میخواد دار بزنه اگر داشت خیلی میمرد جلوشو بگیرن. او بعد از این همه حالت مرگی که برای خودش ایجاد کرده بود، تنها چیزی که فهمید این بود که گردنش خیلی درد میکنه و اگر به این کار ادامه میداد ممکن بود قطع نخا بشه. بعضی از افراد معتقدن که روح هیچ موقع از بین نمیره و زمانی که از بدن خارج میشه در یک کالبد دیگه به دنیا میاد، چه انسان چه حیوان. بودایی های تو دنیا معتقدن که این چرخش تا زمانی ادامه داره که اون فرد پاک بشه. اونا معتقدن بعد از اینکه اون فرد پاک شد از زندگی دوباره معاف میشه. دین های اسلام، مسیحی و یهودی معتقدن که بهشت و جهنم وجود داره. بسیاری از افرادم معتقدن که بعد از مرگ هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ جهانی بعد از مرگ هم وجود نداره. به نظر شما کدوم یکی از اینا حقیقت داره؟